تا کنون بیان، ما رسیدیم به بخش فریدون. بخش فریدون و کاوه آهنگر. اما خیلی سریع من فردا شب فکر کنم شبی که این پرسش ها رو جواب بدم، ولی دو تا پرسش اومده بود در بخش پیام های ما. کدوان برای من فرستادن، کدوان رضا رضا و یه نفر دیگه به کدوان گفته بودن که شاه عباس صفوی کی بود، برای اینکه اون آقای مشیری تو برنامهش گفته یکی از شاهان بزرگ یا شاه یا بزرگترین شاه نمیدونم ایران بوده، این ابله باهایی بیشور عقب مونده مزدور مشیری باید اینجوری بگه. صفویان همونجور که میدونید دوستان در تاریخ ما باز کردیم، همون باز بخش به دقت بریم بخش فرهنگی نگاه کنین، ما نشون دادیم که کیا پشت اسکندر بودن، اسکندر فستان، چه کسانی پشت اعراب تازی بودن و چه کسانی بعد از اون که ما اعراب تازی رو بیرون کردیم، چه کسانی فاینانسیر و آورد و پشتیبان و فاینانسیر چی میشه به اصطلاح پول دهنده اقوام تازی و جنایتکار ترک اجنبی، ترک زبانان اشتباه نکنه، ترک زبانان ترک اجنبی. صفوی هم از یهودیان خزر بودند که در اروپا آماده شدند برای حمله به ایران و پیش از شاه عباس صفوی اسماعیل صفوی اشمایل جهود بود که کشتاری از ایرانیان کرد که در تاریخ همین نویسند و یا اسلام کثیف رو کثیف‌تر کرد و به یهودیت نزدیکترش کرد، گرچه که اصلش یهودیت بود از اول اسلام، ترجمه ناقص تورات بود قرآن. و یهودیان یثرب و حجاز گفتیم کیا بودن که این مذهب رو یهودیت رو اسمش اسلام گذاشتن و چطور اعراب رو متحد کردن که به ایران حمله بکنن. اینها رو باز کردیم، باید اینها رو دوستان مراجعه کنن تا صحبت‌های ما مشخص بشه براشون. و پس از اون که ما این اعراب رو بیرون کردیم، چرا اینها شیعه که نزدیکتر به از اسلام اصلی نزدیکتر به تورات بود، یعنی تورات اسلام اولیه که در یثرب حجاز درست شد خود تورات بود ولی ناقص و دست پا شکسته، شیعه کاملترش کرد، تورات رو هم تورات رو باز آورد و اون 12 مرد خبیث یا جاسوس فرزندان یعقوب که به 12 نقطه جان باید برن و جهان رو بخورند تبدیل شد به 12 امام و یا آشغالایی رم به قول معروف اسکوزایی کردن که این آشغال و آشغال و آشغالی همون 12 امام ها که همون 12 فرزندان یعقوب هن که در تورات اومده. برها توطئه حمله دادن سلجوق و صفوی و قاجار، این سه گروه وحشی کثیف ضد ایرانی به ایران، از برنامه های همون یهودیان خزری و یهودیان اروپایی و یهودیان اروپای شرقی و غیر و غیره بود که بهش خواهیم رسید در اون بخشی که ما به تاریخ آسیای مرکزی اینا رو باز خواهیم کرد، اونا رو باز کردیم نگاه کنید. ولی زمانی که بعد تاریخ رسیدیم به زمان پس از اسلام، اینها رو به دقت براتون بیشتر باز خواهیم کرد. من رضا فکر گمان کنم که این پرسش کرده بودن نیز میتونن به آرشیو غارت آثار باستانی ما رجوع کنن، 4-5 بخش از این دوره های مختلفی که این غارت ها صورت گرفته این تاریخ ها رو در بر داره. بله دوستان، ما برعکس اون چیزی که اون یهودی خائن نوشته 200 سال سکوت، ما 200 سال جنگ کردیم تا این اعراب کثیف رو که رهبریشون به دست یهودیان یثرب حجاز بود بیرون انداختیم. نه. ولی سپستر با فینانس کردن سلجوق و صفوی اینها دوباره ایران رو صاحب شدن و کودکان و بزرگ و پیر و جوان ما رو پشت دارهای قالی نشوندن و قالیهای زیبایی که ما بافتیم این آشغالهای کثیف ترک یهودی بردند و به اروپا فروختند و
خرپول شدند و از گرده ما ایرانی ها کار کشیدند. حالا میگن در واقع از قرن 16 هم به بعد، بله، حالا میگن نگاه کن که چه قالی های خوشگلی زمان صفوی بافته شده. این مردک ملعون مشیری بیشعور، شعورش در این حد بیشتر نیست. با پوزش که من این واژه ها رو به کار میبرم، واژه های سختتر و درستری باید به کار ببرم، فقط بیشعور کافیشه در اینجا. شعورش از این بالاتر نیست و پولی که میگیره تو این کانال ها به دلیل همین خلط مبحث کردن بیشرمانه و ابلهانشه. اینها آدم خورانی بودند که در یه چنیر هایی که در زمان شاه عباس گوشت تن ایرانیان رو زنده زنده می کندند و می خوردند، و همون گونه که اون سیاح فرانسوی نوشته، شاه عباس دست بر شکم بزرگ خود گذاشت و قاه قاه می خندید. مردک ملعون پست مشیری، تو بیشعوری ولی خائن و رذل و پست هم هستی، تو ضد ایرانی هستی، قیافت هم معلومه، تو یک پست رذل تازی هستی، یک بهایی بیشرف، آلت دست بهاییان. خب این از این. دوست دیگری گفته بود، بهش گفتن اگر زندیه نابود نشده بود به وسیله آدم خوران آقا محمد خان قاجار خوجه جنایتکار آدم خور، اگه زندگی سقوط نکرده بود، ایران مستعمره انگلیس میشد. یعنی تاریخ یعنی برعکس. فکر کنم ایشون اشتباهی سوال کردن که به این دلیل ما مستعمره انگلیس شدیم زمانی که قاجار اومد سر کار، که یهودیان شمال ایران که جدا در بخشای شمالی قفقاز و اینها پول رو گذاشتن پشت این آدم خوران آقویونلو، فراقویونلو، و آقا محمد خان رو تازوندن به ایران. اوسان سیاه کوسان سفید بخونید، آقویونلو قراقویونلو کیا بودن، چه آدم خوران کثیفی بودن که اینها در دربارهای ایران هم نفوذ کرده بودن و به قول معروف بیگوخان شده بودن و جلو پای زندیه هم اینا زانو میزدن اینها، و این عقده و کینه ای که این زد ایرانیان ترک بیشرف، ترک اجنبی داشتن، این گونه خودش نشون داد. موقعی که زندیه رباخاری رو ممنوع کرد و یهودیان دومشون رو کولشون گذاشتن و ایران و برجاوند رو ترک کردن، از اونجا رفتن نفوذ کردن و توطئه کردن و این آدم خواران رو متحد کردن، درست مثل اعراب، درست مثل حمله اسکندر که گفتیم چه کسانی اسکندر رو تربیت کردن و به ایران تازندن. در نتیجه منظورتون اینی که شروع بعد از اینکه ما آزاد شدیم، چه در زمان نادر، چه در زمان زندیه، چه در زمان، چه بعد از حمله اعراب که صفاریان و سامانیان، این بزرگان ایران، دیلمیان ایران رو آزاد کردن، ولی ما جنایتکاری مثل سلجوق و صفوی و قاجار داریم که دوباره با پشتیبانی همون جهودان ایران رو دوباره جولانگاه پست یهودیان رز کردن، که در نهایت میبینیم که موقعی که قدرت در انگلستان از 1601 از اوایل قرن 17 به دست یهودیان افتاد و اونها تورات رو چسبوندن به انجیل و گفتن حالا این شد مسیحیت درست، بهش گفتن جود و کریستیان، از اون به بعد انگلستان شد مرکز حمله به بقیه جهان، چون پیش از اون یهودیانی که پرتغال یا اسپانیا یا اینها رو خوردن در جهان یک کتازی میکردن، ولی پس از اون که جهودای انگلستان قدرت رو در جهان به دست گرفتن و پرتغال و اسپانیا رو شکست دادن، اون شد مرکز آدم خوری این یهودیان که اسمش انگلیسه، و انگلیس بود که در زمان با همکاری همون کسانی که قاجار رو به ایران آورده بودن برای شکست استقلال ما، قاجار رو آورده بودن و سلسله زندیه رو نابود کرده بودن، اینها دوباره صاحب ایران شدن در زمان قاجار. خب این هم از این. دوستان با دقت تاریخ رو بخونید، نوشته های باقی مانده های این پست و رزل قاجار رو
که کتاب می نویسن و شاهزاده قاجار می نویسن. اون مدفوع زاده گهزاده قاجار است، نه شاهزاده قاجار. برید و اون کسی که این کتاب نوشته برید و اون جایی که جایگاه راستینش در تاریخ است، یعنی زبالدان تاریخ، بفرستینش. کدبان رضا که یک پرسش کرده بودن هم مهر ورزیدن و از برنامه حاجی فیروز ما سپاسگزاری کرده بودن که مهرشون افسون بود. مهرتون افسون بود؟ بله، گفته بودن فکر میکنن حاجی فیروز ایرانیه. بله بله. از این توطئه ها زیاد هست دوست گرامی. این گونه است که ما به این خاری افتادیم، وگرنه همینجوری بی خودی نیست که آقا تقصیر خودمونی که ما خراب شدیم، از اوج عظمت و بزرگی افتادیم، تقصیر خودمونه. اینا چیزایی که جودا و بهایا و سیدا و اینا تو گوشتون میکنن و ترکان اجنبی و مریض و خزرها و بایسته است که تاریخ و فرهنگ خودمون رو همین گونه ریشه‌یابی کنیم. خب من امشب که باید عصبانی نمیشدم به دشمنان ایران، دشنام نمیدادم، بیمایه هم نبودم، شب کاوه آهنگی. پس به این دلیل بود که من عصبانی بودم. شب مبارزه و استقلال ایرانه. خب پس ما دیدیم که پس از اون که آخرین جمشید در دوران جمشید پردیس بر روی زمین اجرا شد و تقسیم کار و آزادگی و اقتصاد پیشرفته و شهرنشینی پیشرفته و درست شد، پیش از اون ما ذوب فلزات همه اینها رو پایگذاری کرده بودیم. شاهنامه رو با دقت بخونید یا برنامه ما رو نگاه کنید. اگه برنامه رو نگاه کنین شاهنامه رو از دید درستی، یعنی متفاوتی، حالا من میگم درست متفاوت، درست متفاوتی خواهید دید. به هر حال پس از اون که آخرین جمشید، اگه با دقت بخونی میبینی که جمشید در اون 700 سال یه دونه نبوده، هر 50 سال یه جمشید، تقریبا هر 50 سال یه جمشید بوده و همجور که میگه هر این 5 بگذشت، یعنی 50 و حساب که بکنی نزدیک 700 سال دوران جمشیدی، که آخرین جمشید ناسپاس میشه و ایگومینیا که یعنی منیت او رو فرا میگیره و فردوسی رو این منیت خیلی فشار میذاری که تا که 4 تا چیزی رو مثلا شنیدی رو خوندی خودتون رو مهم نپندارید و نگید که من آنم که فلان اینا، برید ادامه بدید تا بدانید که ندانید. اونجاست که لنگان خرک خیش به منزل بنسانید. ولی به چیز آخر، جمشید آخر این کار رو نمی کنه، به منیت می کنه و فره ایزدی از او رخت بر می بنده و سقوط می کنه و فرار می کنه و شاهی رو میده به ضحاک تازی. ضحاک تازی که از بابلی ها بوده، می تونیم بگیم همون پدران تمام تازیان، مثل در تاریخ الان بخونین نتوفیان ها هستن که پدران سومریان و جودا و عربا و آشوریان و بابلیا و خزرها و آدم پدران به اصطلاح آدم خوران هستی هستن که در اونجا این ضحاک جز همون نتوفیان ها، اینجوری که زمان رو آدم میبینه نزدیک 10,000 سال پیش، پس به دوران نتوفیان اینجای شاهنامه رسیدیم و اون هزار سالی که ضحاک ایران بر ایران حکومت میکنه چیه؟ دوران ضحاکی، نه یه دونه ضحاک. اینا همه سمبل فشرده شده است، فشرده شدن تاریخه، داستان و نمیدونم افسانه و اینها نیست. تو این راه دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمانه مدان، در او هر چند در خورد با خرد، در آن شاهنامه هر چه هست با خرد تاریخ فشرده است، دگر بر راه رمز معنا برد. اگه نفهمیدیش رمزش رو پیدا کن، بر راه رمزش، که مجبور شده خیلی فشرده بکنه. پس این تاریخه که فشرده شده. پس دوران ضحاک در و آخرین ضحاک، درست مثل دوران جمشیدی که میبینیم آخرین جمشیدی، اینجا هم آخرین ضحاک رو میگه که، ولی خب رسما نمیگه آخرین ضحاک، میگه زمانی که کاوه آهنگر، برعکس اون چیزی که امروز جودا را انداختن که 17 تا بچه داشته 16 تاشو میکشن، 17 امی رو کاوه آهنگر میره اعتراض میکنه. چرا 17 تا قبلی رو اعتراض نکردی؟ این آشکالا همینجور تاریخ میسازن. اینجا شاهنامه سفید روی سیاه، سیاه روی سفید نوشته، همچین مزخرفی وجود نداره. یه بچه بوده و چون یه بچه داشته میگه خب تو
از یه بچه من، حالا که نوبت بچه من رسیده، یعنی از یک بچه من اون یکی رو بگیری. و خیلی زیبا اینجا نشون میده که چگونه به این ضحاک اون کلکی رو که لازمه، اون رندی رو که لازمه اجام میداره. اول میگه که نکش و فلان اینها، بعد ضحاک میگه بیا پس من بچه تو میبخشم، چون ترسیده بوده، خواب دیده بوده که به زودی سقوط میکنه، تو بیا طرفدار من بشو، از جانب من چیز کن، به سرا گواه در محضر بنویس و گواه بنویس که من بچه خوبی هستم، من ضحاک بچه خوبیه، جنایتکار و ماردوش و آدم خور نیست. چون آخونده رو نگاه کنید دقیقا همینگونه است اینجا که خب پس من زیاد پرحرفی نکنم، برم برسم به خود این داستان زیبا. کوتاه خواهد بود دوستان، شکیبا باشید. خب پس گفتیم که دوران ضحاکی هم گفتیم که در آخر هفته قبل گفتیم که ضحاک خواب دید که چه اتفاق وحشتناکی برون میفته و یک ساعت دیگه زندگیش کابوس شده بود. من دو خط دو سه خط از پیشتر رو میخونم، همون چیزی که خونده بودیم. به هر حال میگه که نه اینجا هم دو سخت میگه که در اینجا مادر فریدون داره با فریدون فری این چنین، فریدون یعنی فری این چنین، ایدون بدو گفت مادر که این رای نیست. مادر فریدون داره بهش میگه تو رو با بدبختی نگه داشتیم، زنده موندی، تو را با جهان سر به سر پای نیست، جهاندار ضحاک که با تاج و تخت. میگین ضحاک خیلی گردن کلوف شده، میان بسته فرمان او را سپاه، سپاه بزرگ دارو همه میان بستن برای این ضحاک مردک، کوچیک نگیرش دشمن رو. چو خواهد ز هر کشوری 100,000، چرا؟ چون ضحاک ایران هزاره ها رو به ارث گرفته بود به خاطر ناسپاس شدن یک شاه ابله، آخرین جمشید، که در می رو اینو کشور میده به دست ضحاک. پس در نیچه 7 کشور جهان آن روز که کل جهان بود رسیده بود به دست این مردک آدم خوار، که این آخرین ضحاک میگیم، چون 1,000 سال اینا ظاهرا نتوفیان ها ایران رو در حال وحشت افکنی در ایران آن زمان بودن. چو خواهد زهر کشوری 100,000 کمر بستند از در کارزار، آماده کارزار، آماده جنگ. جز این است آیین و پیوند و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. به این پسرک فریدون میگه که هر کو نبیند جوانی چشید، به گیتی جز از خیشتن کس ندید. میگه مثل پرو میشه، مثل اون آخرین جمشید بشید، به گیتی جز از خیشتن را نیده. درست همونم تکرار شده در زمانی که جمشید فره ایزدی از اون فرار میکنه، منیت ایگو میگیردش. بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. یه اون سرمستی به باد میده، بعد دعا میکنه براش که دعا که چه هست کنم که شاد و خرم باشی، نیایش میکنه که تو رو امیدوارم که تو شاد و خرم باشی ای پسر. تو را ای پسر پند من یاد دار، یاد باد، به جز گفت مادر دیگر باد. مادر گفت این یکی رو دیگر انجام، به جز گفت این یکی رو انجام، فرانک میگه این کار رو فقط نکن، سرت پر باد نشه، دیگر باد یعنی هرچی دیگر پیش آید شد به دست سرنوشت باید گذاشت که جهان دوباره آزاد بشه. چنان بود که ضحاک خود روز و شب به نام فریدون گشادی دلم، چون خواب دیده بود و یه دیگه گفته بودن همچین نامی مونده از شاهان قدیم و با پشتیبانی مردم ایران و دستورزان و تولید کنندگان ایران دوباره میرن ورش میدارن میرنش، این ترسیده بود ضحاک. چنان بود که ضحاک خود روز و شب به نام فریدون گشادی دلم، بدان برز و بالا زبیم نشیب، حتی تو خواب اون برز و بالا اینو میدیده، شدی از فریدون نهش پر نهیب. ترسو شده بوده خوشبختانه، باید کاری بکنید که دشمن بترسه، نه خودتون بترسید. چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سر برز پیروز تاج، تاج ایرانی رو سرش بوده ضحاکیاتون باشه،
ز هر کشوری منبدان را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست. از ترسم پشتش خم شده بوده، میخواد دوباره پادشاهی یه جوری به دست بگیره، نگه داره. از آن پس چون این گفت با موبدان که ای پر هنر با گوهر بخردان. یه جای دفعه موبدان دوباره خوب میشن براش، برای که چی؟ این موبدان قبل از اون که موبدان تازی بشن و یهودی ها درشون نفوذ کنن و موقع نفوذی بشن که زرتشتی ها امروز هم رهبراشون جودان، اون زمان این گونه نبود. اون موبدان هنوز فرهیختگان ایرانی بودن، همون مینویان بودن که در بخش جمشید گفتیم که کاتوزیان به کهسار میرفتن و در بینش هستی لایه های دیگر هستی کار میکردن. که با پر هنر با گوهر بخردان، مرا در نهانی یکی دشمن است. به اینا میگه ای با خردان، من یه دشمن نهانی دارم. ضحاک میگه که بر بخردان این سخن روشن است. میگه خودتون خوب میدونید، به سال اندکی بر بدانش بزرگ، سالش کوچولو کم سنه ولی دانشش بالاست، گوی کی نژادی دلیری سترگ. یعنی اونم دشمن خودش فریدون رو دست کم نمیگرفت. میگه گوی که از گاو پیلت، از پهلوان، پهلوانی به نیروی گاو، نیروی ورجابند گاو، گوی کی نژادی دلیری سترگ بزرگ. اگرچه به سال اندک است و جوان، چون این گفت موبد به پیش گوان، که دشمن اگرچه بود خار و خورد، مرو را به نادان نباید شمرد. با این که از کوچوله ولی نادان نباید فکر کنی است. ندارم همین دشمن خورد خار، بترسم همی از بد روزگار. میگه دشمن کوچک رو من خار نمیدونم، دشمن خورد رو خار نمیدونم، بترسم همی از بد روزگار. چون این آخوندک هم یا این جهود یا این عرب یا این تازی هم شنیده بوده، این آقای ضحاک شنیده بوده که باید حواس جمع باشه به دشمن، پس اینا هم بلد بودن این چیزا رو. فقط چی هن؟ اهریمن صفت امران کنشن، وگرنه باز اون مغز پستشون کار میکنه، نه به درجه آریایی ولی در درجه پستی خودشون، برای شکم زیر شکم خودشون کار میکنه، از بزرگی چیزی نمیدونن. خب میگه بترسم همی از بد روزگار، همی زین فزون بایدم لشکری، هم از مردم و هم ز دیو و پری. میگه از این که لشکر الان دارم بیشتر میخوام، بزرگتر از این بشه که مردم و دیو و پری ها هم توش باشه، هر جور ها، هر جور موجود وحشتناک و خیالی و فلان، این هم پری ها هم توش. یکی لشکری خواهم انگیختن، ابا دیو مردم دراویختن. یک لشکری که دیو به مردم دراویزه، اهریمنان در واقع در برابر مردمان. بباید بر این بود هم داستان، که من ناشکیبم بدین داستان. میگه همه تون باید همراه من بشیم، هم داستان من بشین، که من ناشکیبا هستم در این راه، در این داستان. زبیم سپه بود همه راستان، بدان کار گشتن هم داستان. از ترس این سپه بود، رئیس سپاه از این سپه بود، یعنی ضحاک، از ترس ضحاک چی شد؟ بدان کار گشتن همه هم گشتن هم داستان، همه گفتن باش همراه تیم. از ترسشون بسترا، خب ترس هم تا زمانی که ترس هست هم همراه راه دشمنشیه و شکست برای خود میاره. نشون میده که هنوز این با گوهر بخردان یا این موبدان هنوز از ترس همکاری میکردن. پس یه آدم نترس میخواد، مثل کی؟ مثل کاوه آهنگر، که کار رو این تلسم هزار ساله رو بشکنه و رزم افزار برگیره. در آن محضر اژدها ناگزیر، گواهی نوشتند برنا و پیر. تو اون محضر اون اژدها، یعنی این آقای ضحاک در این حضور این همه، از روی ناگزیری فکر میکردن ناگزیرن، گواهی نوشتند برنا و پیر، هم جوانان و هم پیران، برنا جوان. همون گه یکایک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. یه دفعه از تو این درگاه این ضحاک یه نفر جیغ و دادش بلند شد، خروشیدن دادخواه. ستم دیده را پیش او خواندند،
برای نامدارانش بنشاندن. این از ترس ضحاک حالا دوران آخرشه که حس کرده، فوری میگه آقا کی معترض بیاریم بیاریم، من چی میخواد فلان اینها، میان کاوه رو میارن نزدیک بزرگان میشونش. بدو گفت مهتر به روی دژم که برگو تا از که دیدی ستزم. با روی دژم، با یه روی ترشیده در هم کشیده، به روی دژم مهتر یعنی همین آقا بزرگتر یعنی ضحاک، که برگوی تا از که دیدی ستم، بگو ببینم از کی ستم دیدی. خروشید و زد دست بر سر ز شاه، که شاها منم کاوه دادخواه. میگه از دست تو، میزنه تو سرش، میگه ای شاه من کاوه دادخواهم از تو. بده داد من کامدستم دوان، همین نالم از تو به رنج روان. اگر داد دادن بود کار تو، اگه امروز خواهی من داد بدی جون احمد، بیفزاید شاه مقدار تو، وضعت بهتر میشه اگه امروز داد منو بدی. یعنی با ترس و لرز هم صحبت نمی کنه، میگه به نفع خودته که داد من امروز بدی، من شوخی بردار نیستم، من دست ورزم، من جان تولید میکنم برای مردمان هستی، من تولید کننده، من کارگرم، من کسی هستم که نون تو رو میدم. خب بیفزاید شاه مقدار تو، ز تو بر من آمد ستم بیشتر، زند هر زمان بر دلم نیشتر. ستمگر نداری تو بر من روا، به فرزند من دست بردن چرا. پس یه فرزند داشته. خوب گوش کنین جود و بهایی که هی تو این کانال ها میگه 17 تا بچه داشته، 17 تاشو میکشن هیچی نمیگه. چرا زودتر چی نمیگه آقا کاوه؟ یعنی اینا همه چیز ایرانیان رو پست میکنن، ایران زنی میکنن، ایران خود به اصطلاح با خود زنی. از ماست که بر ماست، ما آشغالیم، ما جاسوسیم. آره ما جاشغالیم جاسوسیم، شماهای بهایی و سید و جهود جنایتکاری که در ما نفوذ کردید، هزاره ها و فارسی حرف میزنید، آره شما هستید، ولی ما ایرانیان نه، شما ها هستید. بله خب پس یه فرزند داشت، نه 18 تا. ببخشای بر من یکی در نگر، که سوزان شود هر زمانم جگر. شها من چه کردم یکی بازگوی، وگر بیگناهم بهانه مجوی. به حال من ای نام بر در نگر، میفزای بر خویشتن درد سر. در سر خود زیاد نکن. با این مردک ملعون ضحاک دنیا رو تیک پاره میکرده، داره کاوه اینگونه با جرأت و بزرگی سخن میگه، چون موقعیت رو خوب حس میکرده. مرا روزگار این چنین گوش کرد، دلی پر امید و سری پر ز درد. جوانی نمانده است و فرزند نیست، بگیتی چو فرزند پیوند نیست. میگه خودم دیگه جوونم نیست، فرزند دیگه هم ندارم، و در گیتی کسی مثل فرزند نزدیک نیست، پیوند انسان نیست. ستم را میان و کرانه بود، همیدون ستم را بهانه بود. بهانه چه داری تو بر من بیار، که بر من سگالی بد روزگار. که بر من سگال میکنی، انجام میدی بد روزگار رو بر من تو انجام میدی آقای ضحاک. یکی بی زبان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. تو شاهی و وگر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. مردم باید داوری بکنن که آقا تو شاهی، من یک کارگر، من یک آهنگر، باید داوری بکنی. اگر هفت کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. مردک ملعون، این کشمانه من، شماریت با من بباید گرفت، بدان تا جهان ماند اندر شگفت. مگر که از شمار تو آید پدید، که نوبت به فرزند من چون رسید. که ماران تا مغز فرزند من، همی داد باید به هر انجمن. سپهبد به گفتار او بنگرید، سپهبد رئیس سپاه آقای ضحاک در اینجا به گفتار او بنگرید. شگفت آمدش که این سخنها شنید. تا حالا کسی اینجوری باش صحبت نکرده بوده. شگفت آمدش سوین خود، بدو باز داد دهند فرزند اوی. گفتم با بچه اینه بده بره.
به خوبی بجستن پیوند او. آقا مخلصیم بفرمان این بچه تا برو اذیت نکن اینا کتابی آره بفرمان بفرمود. پس کاوه را پادشاه که آید بدان منظر اندر گواه. فقط بگیم من که بچه تو بهت دادم بیا تو این محضر یه گواهی بده که من چه آدم خوبی هستم و بچه تو بهت پس دادم. چو برخاند کاوه همین محضرش بدان سوی محضر بکرد او سرش. موقعی بردنش جلوی اون حضور تمام اون کسانی که در اون کاخ بودند و بزرگان و این ایرانی اونا که نوکری ضحاک رو میکردن که البته نصفشون حتما اجنبیا و جودای امروزی بودن مثل آخوندا بودن. چکار کردن؟ رفته اونجا بگی که آقا این شاه خوبی و بچه منو پس داده. چکار میکنه کاوه به جای اینکه اینو بگه؟ میگه چو برخاند کاوه همه محضرش بدان سوی محضر بکردون سرش. سرشو برگردون از طرف اون مردمان پست. خروشید که پای مردان دیو بریده دل از مهر کیهان خدیو. ای کسانی که گردن کلفتید و پای مرد به نظر میاد ولی دیوی، کسانی هستید که بریده دل از مهر کیهان خدیو. کیهان خدیو جهان در حال نوبنو شدن فراپویش، همون چیزی که اسمش تکامله. ما اینا رو شناسایی کردیم در جهان، این دونستیم جهان در حال حرکت به نوبنو شدن بعدن ازش گذاشتن تکام یا اِوولوشن. همه سوی دوزخ نهادید روی سپردید دلها به گفتار اوی. دستشو نشون میده به طرف ضحاک میگه شما همه دنبال این مردک ملعون رفتید. البته تقصیر کی بود؟ اون جمشیده ابله آخر کینرون. پس تقصیر مردم نیست، همیشه رهبریه که به مردم خیانت میکنه و مردمان در دام پستی و ذلالت میفتن و تا مدت زیادی خودشون رو ناچار میبینن که نوکری و چاپلوسی و خاک تو سری و بدبختی بکنن. همیشه از بالا به پایین این فرهنگ میاد. پس میگه که نباشم بدین محضر اندر گواه که هرگز برندیشم از پادشاه. میگه من اینجا در این محضر هیچ گواهی به شما نمیدم، غلط کردم و اینها نمیدم که بیان تو رادیو بگین غلط. خروشید و برجست لرزان ز جای بدرید و بسپرد محضر به پای. گرانمایه فرزند در پیش او ز ایوان برون شد خروشان به کو. پس میپره تا قبل از اون که بگیره نشد کسی بخواد به خودش به جنبه میخروش و بلند میشه بدرید و بسپرد محضر به پا. محضر رو میدره یعنی کات میکنه تو، یعنی میاد از وسط شرکت میکنه میاد جلو بیرون از در میاد بیرون و بچهش هم جلوش داشته میدویده. میگه بذار در رو که رفتیم گرانمایه فرزند در پیش اوی ز ایوان برون شد خروشان به کوی. به کوی یعنی به کوه، نه به جایی که کوی مردمانه، کوی برزن. مهان شاه را آفرین خواندند پوزش مقام. مهان شاه را خواندند آفرین. همه این مهان یعنی گنده ها، مه بزرگ گنده ها. شاه را آفرین خواندند که ای نام ور شهریار. گذشت میکنم مهان شاه را خواندند آفرین که ای نام ور شهریار گزین. ای شهریاری که گزیده شدی، دستوی گزیده نشده بود، این شهریاری نبود که ما رای بهش بدیم آورده. ما شهریارای پیش از حمله اعراب شهریارای انتخابی بوده، همیشه انتخاب میشدن، اگرم پررو میشدن مینداختی میشون، بعدی باید میرفته تاج رو از میون شیر برمیداشت، دو شیر برمیداشت. ولی این شهریار گزین نبود، اینا با توطئه، با بلاحت آخرین جمشید و توطئه تازیانی که نفوذ کرده بودن در دربار میاد. مثل همون ابلیسی که میاد تو گوش این به عنوان خیرخواه. یعنی شما نگاه کنید این موجوداتی که امروز هم همین حرکات رو میکنن. آشپز باشیم بعدی. بله بله. بگین کیا دیگه؟ یهودیا، جودا. که نفوذیان، جاسوسان. که نام بر شهریاری بود. ز چرخ فلک بر سرت باد سرد نیارد گذشتن به روز نبرد. از چرخ گردون باد سرد روی سرت نخواهد اومد در لحظه نبرد. نگران نباش. باد سرد دلداریش دادن مهان.
خب احتمالا اینکه هم تو دلشون خرش کردن که دیگه خودشون هم به تنگ اومده بودن از دست این ضحاک. چرا پیش تو کاوه خام گوی به سان همالان بود سرخ روی؟ چرا پیش تو کاوه خام گوی به سان همالان بود سرخ روی؟ یعنی خام گویی کرده، سرخ روی کرده، یعنی پر روی کرده. یه مقدار نگران ناراحت نباشید شما، همه این محضر ما به پیمان تو. ما خودمون گواهی میدیم تو بچه خوبی هستی آقای زهان. به درد و به پیمان تو، به درد و به پیچ به درد و بپیچد به درد و بزن اثر باید بخونم، من اینا نخونم، خیلی پوزش میخوام، سال هاست که نخونم. همه این محضر ما به پیمان تو، به درد بپیچد ز فرمان تو. نه. پس سر و دل پر از کینه کرد و برفت. تو گویی که عهد فریدون گرفت، اینجا گرفت و میتونی گرفت بگین اشکال نه. ندیدیم ما کار از این زشت تر، بماندیم خیره بدین کار در. میگن آقا یه چیز که این کاوه این کار رو کرد و درید این صحنه رو، رفت و با این گستاخی کرد، کار بدی کرد و فلان. اینها ظاهرا مثل این که دنبال فریدونه این آقای کاوه آهنگر. یه دفعه پس فریدون کسی نبود تا زمانی که نماینده تولید جامعه یعنی مردمان یا کاوه نماینده مردمان خواست که از دل مردمان بیرون میاد. اینجاست که فردوسی داری یاد تو میده که مردمان نیستن که ناسپاس میشن، همیشه ناسپاسی از طرف جنایتکارانی که قدرت به دستشون افتاده و پررو شدن. مردمان همیشه برایند پدیدشون، حتی در حماقت و بدبختی هم که نگهشون داشته باشه حکومت یا حکومت اجنبی، با این همه برایند افکارشون، برایند بردار مردمان همیشه تکامل، همیشه فراپویش، همیشه بزرگی. در چه تنها چیزی که بهش میشه تکیه کرد نیروی فره مردمانه، نه فرد، نه فردی که مأمور شده خدمتگذاری مردمانو بکنه یا شهریاری انجام بده. اونها کارگزاران و خدمتکاران ما هستند که جامعه رو بهشون اجازه میدیم که جامعه رو را به سراغ مدیریت بکنن، ساده ترش بخوام بگم. پس همه چیز رو برعکس یاد شماها دادن تا در این تا زمانی که اجنبیان بر کشور شما هستن، همه چیز رو دروغین یادتون دارن. شماش باید همه چیز رو از سر درستش، تای درستش روی زمین بگذارید، مردمان و بعد شهر به معنای مردم و شهریاران که یاران یا کارگزاران یا کارمندان ما هستن. خب میان آقا این چیز بوده، مثل این که آردی دنبال فریدون داره میره و اینها، کار بدی کرد و اینا. که نامور پاسخ آورد زود، که نامور باز اینجا هم زهاگی، که از من شگفتی بباید شنود، به پیران کشور چنین گفت شاه، که ترسم شود روز روشن سیاه. میگه من این داره سینای عجیب و غریبی میبینم، نشانه های عجیب و این کارگر این گونه زپرت مرا غمسور کرد. که چون کاوه آمد ز درگه پدید، دو گوش من آوای او را شنید، میان من و او در ایوان درست، یکی آهنین کوه گفتی برست. میگه من یه چیزی میبینم، این یه مقدار سایکیک هم بوده، سایکیک هم بوده دیگه، اهریمن هم میتونه سایکیک باشه، یعنی ایسی راز رمزایی رو ببینه ظاهرا. میگه این کاوه آهنگر رو مثل یه کوه آهنین من دیدم موقعی که حرف زد، میگه یه جوری شدم. که چون کاوه آمد درگه پدید، دو گوش من آوای او را شنید، میان من و او در ایوان درست، یکی آهنین کوه گفتی برست. همیدون چو او زد به سر هر دو دست، شگفتی مرا در دل آمد شکست. موقعی دستاشو زد روی سرش، یه حالم دگرگون شد، چیزی در دلم شکست، نابود شد شگفتی در. ندانم چه شاید بودن زین سپس، نمیدونم از این پس چی میشه، یه چیزایی حس میکنم. نه. که راز سپهری ندانست کس. خب
میره سر داستان پردیسی بزرگوار و میگه چو کاوه برون شده درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم آهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخم درای. چقدر زیباست، از اون چرمی که پشت پاشون میپوشن زمانی که هنگام زخم درای، موقعی که زخمه میزنن، ضربه میزنن بر روی آهن. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد اون چرم رو، همان گه ز بازار برخاست گرد. خب برخاست گرد میدونین دیگه، یعنی همه خروشیدند و گرد و خاک. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. تبلیغ اون فریدون هم که تا حال قایم شده بوده میکنه این بیچاره، چون به هر حال سنت این بوده که یه جوری یه جایش به خانواده های شاهنشاهی گذشته بخوره، و اونم از بازماندگان فر جمشیدی و چیز بوده، یعنی یه آدم بی سر و پای که از هیچ جا پدید، مثل بعد از حمله تازیان که امثال سلجوق و نمیدونم صفوی و قاجار بی سر و پا و بی بوته و بی ریشه پیداشون می شده نبوده. ما اون موقع همیشه به راه چیز می رفتیم، به راه کسانی که فر ایزدی رو درشون میدیدیم، که امروز هم در این سر این مردک عقب مونده جاسوس اسرائیل آقا رضا، یعنی مأمور اسرائیل، ما هیچ فری چی نمیبینیم. در نتیجه اینایی که به دنبالش راه افتادن همه تجزیه طلب‌ها و جاسوس‌ها و آشغال‌ها و مأمورای اسرائیل در اروپا هستن که مزخرف بازی رو انداختن. میخواییم بخش بعدی رو که سر درفش کاویانی بذاریم برای بعد؟ خیلی خوب باشه، پس میخواییم ما الان هنوز یه روب داریم، ما میخواییم تمامش کنیم. خوب. تمامش کنیم، چون میرسه به اونجایی بسیار جالبش که ما متوجه میشیم که برای اینکه ما آزاد بشیم باید بریم به طرف ایوان ضحاک. بله. یعنی از سرزمین ایران باید این تازیان رو بریم به طرف ایوان ضحاک، یعنی بابل، که از بابل هم ضحاک برده بوده به کجا؟ به اورشلیم، به بیت المقدس شد. باید بریم اونجا رو با بسیار از اونجا ضحاک رو اون کاری که لازم باش بکنیم. بلکه من روی درفش کاویانی یک برنامه میگذارم، حالا اگه میخوام بخونم. بسیار فرخونده، پس من درفش کاویانی سریع میخونم، میفته به دفعه بعد در جنگ ضحاک. بله. پس خروشان همی رفت نیزه به دست، که نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکایک به نزد فریدون شویم، بدان سایه فر او برنویم. بپویید که این مهتر اهریمن، بپویید را بیفتید که این مهتر اهریمن است، این ضحاک اهریمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. بیرون بیاد از این بدبختی، بدان بیبه ها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. اون پوست بیبه هایی که اون سر نیزه کرده بود، اون چرم، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. مشخص شد که دوست دشمن کیه، کی به دنبال راه آریایی میره، کی به راه تازیان و دشمنان میره. همی رفت پیشن در اون مرد گرد، سپاهی بر او انجمن شد نخورد. خود یعنی کوچک اینجا. ندانست خود کافریدون کجاست، سر اندر نهاد و همی رفت راست. اون همینجوری اینو گفته بود که باید ما فریدون رو چیز کنیم، پیدا کنیم و اینا، یعنی باید بریم در سایه اون بغنویم، ولی خودش نمیدونست اصلا همچی کسی هست یا نه، فقط شنیده بود. راه رو باز کرد برای پیوستن مردم، برای انقلاب یا برای رستاخیز. بی آمد به درگاه سالار نو، یه دفعه بعد در اون یه جایی اونم پیداش میشه فریدون. بدیدنش از دور برخواست غوغا، برخواست موقعی که دیدن فریدون رو. بزد بر سر خیش چون گرد ما، یکی فال فرخ پیافکند شاه.
روی سر خود یک چیز مثل ماه گذاشته بوده. فروه اشتزو زرد و سرخ و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. نه خیلی از میخوان یک خط از تو افتاد. چون پوست بر نیزه بردید کی، موقعی که فریدون پیداش میشه اون پوست رو روی نیزه میبینه، به نیکی یکی اختر افکند پی. از روی نیکی یک راه یک کار درست میکنه، یک جواهر به اون پوست آویزان میکنه پی. بیا راست آن را به دیبای روم، ز گوهر برو پیکر و زرش بوم. چیزای برو آویزان میکنن. بزد بر سر خیه بر سر خیش چون گرد ما یکی، بله اینو خوندن. بزد بر سر خیش چون گرد ما یکی فال فرخ پیفکند شاه، یعنی این رسم و این سنت رو گذاشت. فال فرخ، فروهشت از او زرد و سرخ و بنفش، رنگ های آریایی که در فرهنگ ایران هر کدوم چه معنای خاص خودشو داره. همی خواندش کاویانی درفش. و از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه، به شاهی به سر برنهاده کلا، بر آن بیبه ها چرم آهنگران، براویختی نو به نو گوهران. ز دیبای پرمایه و پرنیان، بر آن گونه گشت اختر کاویان. پس چی میشه؟ این میشه پرچم مبارزه ایرانیان در مقابل دشمن، دشمن تازی، که در آخرین حمله اعراب رهبری یهود اینو تیکی تیکی میکنن و میبرن به کاویانی درفش در دست رستم فرخزاد داد بود که اینو تیکی میکنن و میبرن میدن به دست جهودهای یثرب و حجاز که اعراب رو به ایران ارگانایز کرده بودن، تازونده بودن. این هم میشه جایزشون که کور خواندن، دوباره از نو میسازیم. جهان در همیشه در حال نو به نو شدنه. که اندر شب تیر خورشید بود، جهان را از او دل پر امید بود. این سمبول پس جهانیه، امید جهان به چنین سمبولی. سمبول چی؟ نیروی کارگر، نیروی تولیدی، افسون بر نیروی گردونه مهر آریایی، نیروی مردمان و نیروی هستی که یکیست، که معنی مردم چه باشد یکی. اول شاهنامه رو درست دوستان نگاه کنن. بگشتن در این نیز چندی جهان، همی بودنی داشت اندر نهان. جهان همجور حرکت تاریخ را خودش رو رفت، همی بودنی داشت اندر نهان. فریدون چو گیتی برانگونه دید، جهان پیش زحاک وارونه دید. سوی مادر آمد کمر برمیان، به سر برنهاد کلاه کیان. که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مبادی ایچ کار. زگیتی جهان آفرین را پرست، بدوزن به هر کار دشوار دست. فرو ریخت آب از مژه مادرش، همی خواند با خون دل داورش. بی یزدان همی گفت زنهار، من سپردم تو را ای جهاندار. من بگردان ز جانش نهیب بدان، بپرداز گیتی ز نابخردان. نیایش کرد هستی رو از نابخردان بپرداز، پاک کن. فریدون سبک ساز رفتن گرفت، سخن را ز هر کس نهفتن گرفت. کاملا ساکت شد و کار مخفی رو نشون میده و تمرکز روی کاری که میخوای انجام بدی. برادر دو بودش دو فرخ همال، از او هر دو آزاد مهتر بسال. یکی بود ایشان کیانوش نام، فقط با برادرش میگه که بر نقشه چیه چه کار باید بکنیم. دیگر نام پر مایه شادکام، فریدون بر ایشان سخن برگشاد. که خرم زیدین دل ایران شاد، که گردون نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. یعنی اگر جهان در حال تکامل، در حال فراپویش و مهی و بهی به شدن هستی، یعنی ما اینو فهمیدیم که در نهایت هستی به روی فراپویشه، به شدنه، گرچه که دورانی ممکنه به پایین بیفته،
ولی در نهایت در جنبدی آخر بر بهیه، در نتیجه به ما بازگه، به ما ایرانیان کلاه مهی باز میکرده، نه این تازی. بیارید دانند آهنگران، یکی گور سازید ما را گران. پس تازه اینجا حالش درست میشه، آقا فریدون میگه حالا زمان مبارزه مسلحانه است، نه مبارزه مدنی. همم آخوندا را هیچ کارشون نکنین، عفو عمومیشو از همین الان بدین. آره بله، جون عمت از طرف مردم، از کیسه خلیفه میبخشین کودک عقب مونده. خب مامور جاسوس اجنبی هست دیگه، هرچی که اونا بهش میگن این بدبخت میگه. ولی خب فریدون نه، فریدون اینجا چون نوکر کسی نیست، پشتش فقط به مردمانه نه به اجنبی، میگه که پس شروع کنیم به ساختن گرزهای گران. چوبک شاد لب حد و برخواستند، به بازار آهنگران تاختند. هر آن کس کزم پیشه بود نامجوی، به روی فریدون نهادند روی. جهانجوی پرگار بگرفت زود، و از آن گرز پیکر بدیشان نمود. نگاری بر خاک پیش، همیدون به سان سر گاو میش. پس یه پرگاری در واقع دستش گرفت، شکلش هم میکشه برای این، میگه این شکل میخوام دیگه، یعنی چیزای رزمافزار رو دیزاین میکنه، طراحی میکنه. بران دست بردند آهنگران، چو شد ساخته کار گرز گران. به پیش جهانجوی بردند گرز فروزان، نه همه سمبولیکه که این گرز باید اون شکلی باشه، اون چیزی باشه که بتونه کار این دشمنه بسازه. یعنی چی؟ یعنی گروه های مخفی که دست به رزمافزار میبرند و مخفیانه میمونن به عنوان هسته های مبارزات آیندهی که حتما به مبارزه مسلحانه خواهد انجامید، چون در مقابل این دشمنان از راه مبارزه مدنی در هیچ وقت در تاریخ هیچ اتفاقی نیفتاده. حتی گاندی هم، کسانی که توی کوها مبارزه میکردن باعث شد گاندی پیروز بشه، یعنی گاندی نمیتونست بشینه اونجا بگم چرخوشو بریسونه، انگلیس هم بگه آخ من از تو خیلی ناراحت شدم، بیا هند مال خودت، فقط نصفش کنیم پاکستان و اینا و چند تیکش بکنیم اونم بگه چشم. نه، بازم یهودی و انگلیس مجبور شدن یه جوری هندوستان رو اینجوری ول کنن، نابودش کنن، تیک پارش بکنن و بخشن برن بیرون، ظاهرن برن بیرون، خاطر این که مبارزه مسلحانه اونجا در کوه‌ها شروع شده بود، جنگ های چریکی شهری شروع شده بود، در آفریقای جنوبی هم همینطور. خب پس هیچ کاری بدون مبارزه انجام نمیشه دوستان، نذارید گلتون بزنن. پس این طراحی گرز رو کرد فروزان، بکردار خورشید به پیش جهانجوی بردند گرز. فروزان بکردار خورشید برز، کردار این گرز مثل ماجیک یا مثل یک چیز خورشید بوده، کارش بسیار پیچیده بوده. پسند آمدش کار پولادگر، کی ساخت خورشید؟ مثل خورشید بالا آمده. پسند آمدش کار پولادگر، اون پولادگر بود که اینو ساخته بود، این خورشید رو، این گرز رو ساخته بود. خوشش می آید، پسند آمدش کار پولادگر. ببخشیدشان جامعه و سیم و زر، بسی کردشان نیز فرخ امید، بسی دادشان مهتری را نوید. گفت همه شما بزرگی رو خواهید گرفت، میشید همه تون رئیس چیز زباهن فلان فلان. بسی کردشان نیز فرخ امید، بسی دادشان مهتری را، مهتری یعنی بزرگی، نوید. ما میریم تا یک ساعت رو بعد درست شد. ما جنگ رفتن جنگ مردمان و فریدون به جنگ ضحاک به جن رو یا اهریمن رو میگذاریم برای هفته آینده در تیرشید.